سلام به همه گی دوستای عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه ببخشید که یک چند وقتی نبودیم امروز دیدم که یک سری مشکلاتی حالا پیش اومده توی سرورهای ایران مثل آسیاتک مخصوصا که واقعا وضع اینترنت رو داغون کردن که حالا اومدیم یک آموزشی بدیم برای حل این مشکلات چون تقریبا تمام سرور هایی که حالا باشون تانل زده بودن یا خیلی خیلی ضعیف شدن یا کلا از کار افتادن ببینید الان توی آسیاتک من اگر بیام یه دونه سرور انتخاب کنم اینجا قبلا سیستم عامل اوبنسو رو داشت که حالا از دیروز تا حالا میشه گفت که این رو برداشتن حالا یا باگی چیزی داشته یا کلا حذفش کردن من میام دبیان رو اینجا انتخاب میکنم دبیان نسخه 11 بعدی رو میزنم این رو هم میام قسمت پایه و کمترین سروری که هست رو اینجا انتخاب میکنم و اینجا هم رمز دلخواه رو برای خودم ایجاد میکنم بعدی رو میزنم و ساخت سرور رو انتخاب میکنم تا سرور برام ایجاد بشه یک چند دقیقه ای طول میکشه تا این سرور جدید برامون ساخته بشه پس من ویدیو رو قطع میکنم تا سرور ساخته بشه خب ما اینجا سرورمون رو با نام VIP03 ساختیم بریم ببینیم وارد سرور میشه یا نه من میام وارد پوتی میشم اون رو اینجا قرار میدم و اوپن رو میزنم میبینید که اصلا نمیتونم با پوتی وارد سرور بشم خب باید چی کار کرد؟ این رو من میبندم میام مشاهده بیشتر رو میزنم و اینجا با استفاده از این گزینه وارد کنسول خود آسیاتک میشم اینجا یک دکمه ای هست با نام کنترل آلت دلیت من میام این رو یک بار میزنم تا سرور یک جوری حالا برام ریست بشه و دوباره بالا بیاد منتظر میمونیم تا عملیات انجام بشه ممکنه که چند ثانیه یا چند دقیقه این کار طول بکشه خب بعد از اینکه این کارو کردیم میایم دوباره وارد سرورمون میشیم من میام وارد پوتی میشم اوپن رو میزنم میبینید که به راحتی برام سرور رو میاره بالا با استفاده از دستور روت و پسوردی که قرار دادیم میام وارد سرور میشم خب من یک سری دستورات اینجا براتون قرار دادم دوستان توی سیستم عامل دبیان آیپی تیبل نصب نیست پس باید بیایید نصب کنید اگر من مستقیم بیام دستور نصب آیپی تیبل رو اینجا وارد کنم و اینتر رو بزنم و اینجا وای رو بزنم اینجا میبینید که گیر میکنه و نمیره جلو چرا؟ چون باید DNS های آسیاتک رو تغییر بدیم به DNS های گوگل پس من این عملیات رو با زدن کنترل سی قطع میکنم میام اینجا یک دستوری هست برای تغییر DNS های سرورم میام این رو کپی میکنم با کلیک راست اینجا قرارش میدم و اینتر رو میزنم ببینید اینجا دو تا نیم سرور برامون قرار داده که من بعد بیام اینها رو پاک کنم اولی رو میذارم 8.8.8.8 میام پایین تر و این رو هم تغییر میدم به 8.4.4.8 با زدن کنترل X و وای و اینتر عملیات رو ذخیره میکنم و میام بیرون حالا اگر بیام دستور نصب آی پی تیبل رو اینجا قرار بدم و کلیک راست کنم میبینید که وای رو میزنم و میبینید که به راحتی آی پی تیبل روی سرورم نصب میشه بریم برای مرحله بعدی یعنی همون تانل زدن سرورمون من اینجا یک دستوری رو براتون قرار دادم که اول میایم این رو بدون اینکه دستش بزنیم کپی میکنیم اینجا قرار میدیم و اینتر رو میزنیم توی خط دوم یعنی این خط باید بیایم آی پی سرور ایرانمون رو اینجا قرار بدیم خب آی پی سرور ایران رو من برمیدارم اینجا اون رو قرار میدم و میرم سراغ آی پی سرور خارج آی پی سرور خارجم رو هم اینجا قرار میدم و این سه تا خط رو با هم کپی میکنم و اینجا کلیک راست میکنم و اینتر رو میزنم میریم برای مرحله بعدی میام پایین تر این دستور رو اجرا میکنم تا وارد این فایل بشم یعنی یک فایل جدید ایجاد کنم و حالا میام این دستورات رو به اضافه ای این خط و این خط که حالا اینجا براتون قرار دادم با هم کپی میکنم اینجا کلیک راست میکنم تا اضافه بشه کنترل ایکس وای و اینتر رو میزنم تا عملیات ذخیره بشه و حالا برای اینکه اگر سرور ریستارت شد و مجددا این آیپی تیبل ما یا همون تونل ما اوکی بشه و کار کنه میام این دستور رو همینجا اجرا میکنم اینتر میزنم و تمام حالا کافیه که بیام آی پی سرور ایرانم رو بردارم برم توی کلوت فلر و اون رو اینجا جایگزین کنم و سیو رو بزنم حالا بریم با هم تست کنیم ببینیم سرور من میاد بالا یا نه اینجا میزنم آی پی اینتر رو میزنم میبینید که به راحتی وارد سرور شدیم و تقریبا میشه گفت که این مشکل رو هم برطرف کردیم امیدوارم که از این آموزش بتونید استفاده کافی رو ببرید اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنید و اگر هنوز داخل کانال تلگرامی ما عضو نیستید لینکش داخل توضیحات همین ویدیو هست خوشحال میشم که داخل کانالمون هم عضو بشید موفق و پیروز باشید